همبستگی حقوقدانان. با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون آینه و همچنین سایر عزیزانی که از طریق سایر رسانه‌های همگانی این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند. همونطور که می‌دونید برنامه همبستگی حقوقدانان که مبتکرش تلویزیون آینه هست و به هدف ایجاد یا لااقل تقویت همبستگی و تعاون و تعاضد بین وکلا و حقوقدانان ایرانی در سراسر نقاط دنیا و همچنین ایران عزیزمون ایجاد شده است، با حضور تنی چند از وکلای دادگستری از طریق این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه. در این برنامه ما مواضع مختلف حقوقی رو مطرح میکنیم به قصد اینکه آگاهی باشه و روشنگری باشه برای عزیزانی که به هر حال چون مسئله معروفی است، میگن در زندگی هر کس کمی باران حقوقی حتما میبارد، بنابراین دانستن نکات و مسائل عمده حقوقی برای همه لازم و واجب و ضروری و مورد استفاده است. در برنامه امروز هم مثل همیشه ما با سه تن از همکاران عزیز در داخل استودیو و یک از همکاران گرامی در خارج از استودیو صحبت می‌کنیم. هدف این است که، یعنی بارها در این برنامه بنده تقاضا کردم، ما دست همکاری دراز می‌کنیم و از همه همکاران عزیزمون در ایران و سایر نقاط دنیا خواهش می‌کنیم که به ما بپیوندن، از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرن و ما موجبات همکاری و شرکتشون رو در این برنامه فراهم می‌کنیم. در استودیو امروز در سمت چپ من خانم حنا روح‌بخش هستند، در کنار ایشون خانم الهام شفا و در کنار ایشون خانم النا مبتاهی، هر سه وکلای برجسته دادگستری در کالیفرنیا هستند و هر سه از تبار و سلاله ایرانی ها هستند. همچنین در خارج از استودیو از کشور سوئیس و شهر زیبای زوریخ خوشوقتم که خیر مقدم بگم به یکی از همکاران ایرانی عزیزمون در اونجا، خانم آوین توکلی که از راه دور در کنار ما هستن. خیلی خوش آمدید خانم توکلی و خیلی خوشحالیم که یک همکار جوان و زیبا و موفقی رو از بین هموطنان عزیزمون در سوئیس داریم. ممکنه که با بینندگان هم شما سلام علیک بکنید و خودتون رو اندکی معرفی بفرمایید. سپاسگزارم و خیلی خوشبختم هم از آشنایی با شما و همکاران عزیز و هم اینکه در خدمت مخاطبین و شنوندگان گرامی این برنامه امشب هستیم در خدمتتون و برای منم جای خوشبختی و افتخار هست. با کمال میل در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم بفرمایید که شما، ما نمی‌رسیم همکار به این زیبایی در کشور سوئیس داریم، بازم نظیر شما هستن اونجا؟ یعنی به جوانی و زیبایی شما والا فکر میکنم که باشن. البته من الان نمیتونم به قولی طبق GDPR من اجازه ندارم دیتا های کسی رو دیسکلوز بکنم، ولی دوستان و همکاران دیگه هم هستن که اینجا فعال هستن و هر از گاهی افتخار حالا آشنایی یا همکاری و مصاحبت باشون هم پیش میاد خوشبختانه. لطف کنید راجع به کارتون و تحصیلاتتون و رشته فعالیتتون هم یه توضیحاتی بدید به بینندگان ما. حتما من رشته حقوق رو در اینجا شروع کردم از صفر، در واقع در شهر زوریخ به زبان آلمانی در سال 2005 تا سال 2011، و اینجا زمانی که من شروع کردم به تحصیلات در رشته حقوق هنوز سبکش به سبک قدیمی و سنتی حقوق خوندن بود که امتحانات جامع داشت و مدل امتحانات ترمی و به قولی شورت ترم مموری نبود، که البته من با افتخار جزو آخرین گروه اون سبک
تحصیل بودم در اینجا در سوئیس در دانشگاه زوریخ و ما دوره کامل 6 ساله داشتیم که از 0 تا 100 در واقع باید کامل می‌کردیم و دو بار در طول اون 6 سال دو تا سری امتحانات جامع داشتیم، یک بارش بعد از یک سال و نیم بود تقریبا و یک بارش هم در پایان که همه اون مسائل و مباحث ترم و سال اول هم درش امتحان گرفته می‌شد. ولی در ایران رشته تحصیلی من آمار و ریاضی بود و تحصیلات اولم رو اونجا به پایان رسوندم و دو سه سالی هم اونجا فعالیت حرفه‌ای داشتم توی یک بانک آلمانی و همچنین در ریال استیت. ولی بعدا در سوئیس از اول شروع کردم از صفر و این اتفاقا چیزی هستش که همیشه دوستان دیگری رو هم که علاقه مندن، حالا نه فقط به رشته حقوق بلکه به رشته های دیگه، ولی در قبلش کریرشون یا فعالیت حرفه‌ای و تحصیلشون چیز دیگری بوده و هر از گاهی دغدغه دارن یا استرس دارن و یا اینکه احساس ترس میکنن از این سویچ کردن، یکی از قسمت های کار من واقعا موتیویت کردن و راهنمایی کردن همچین افرادی هست که مشتاقن ولی به هر حال به یک سری دلایلی، حالا مسائل سنی، مسائل حرفه‌ای و مسائل زبان مثلا در کشورهای دیگه تعلل میکنن از این برای این تصمیم. ولی خب خیلی ها رو خوشبختانه تا حالا کمک کردم و تونستم باشون هم وارد. خواهش میکنم، خیلی خوشحالیم که در حضورتون هستیم. من از همکاران گرامی در استودیو خواهش میکنم اگه سوالی دارن از خانم آوین مطرح بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. تشکر میکنم از اینکه این وقت از شبانه روزتون رو به برنامه ما اختصاص دادین. اوین جون مرسی از اینکه قبول زحمت کردین. میدونم که با این مشغله های بسیار زیادی که دارین گنجوندن این برنامه تو برنامه های خودتون حتما خیلی سخت بوده. مسلما با وجود شما برنامه ما بسیار پربارتر خواهد بود و حضور شما در این برنامه برای ما خیلی ارزشمنده. مرسی از توضیحات خوبی که دادین، خیلی جالب بود برای همه ماها، چون میدونین که اینجا رشته حقوق در کشور امریکا در مقطع لیسانس نیست، یعنی شما باید یک لیسانس داشته باشین و در مقطع گراد اسکول یک دوره 3 ساله رو میگذرونین که بعد از اون میتونین امتحان بار رو بدین. شما فرمودین دوره شما 6 ساله است. حالا من خیلی برام جالبه بدونم آیا قبلش هم لازمه که درس بخونن یا کاری باید بکنن و یا اینکه بعد که حالا این 6 سال تموم میشه امتحان کانون وکلا چطوره و کار کردن خیلی تخصصیه، چون اینجا میدونین خیلی تخصصیه رشته های حقوقی. یکم برامون توضیح بدین که برام روشن تر باشه. با کمال میل. اولا که منم از محبت شما ممنونم هنای عزیز، همیشه به من انقدر لطف داری. آشنایی با برمیگرده به دوران کلاب هاوس و من انقدر روابط خوبی رو از اون دوره دارم که شاید به اندازه کل زندگی تو اون 2 سال واقعا دوستان و همکاران عالی در سراسر دنیا آشنا شدم و هنای عزیزم جزو همون افراد هست. ممنونم که دعوت کردید، با کمال میل خدمتتون هستم. در مورد طول دوره تحصیل و یا اینکه شرایط دوره تحصیل برای رشته حقوق، اینجا الزاماً لازم نیست که شما قبلش یک لیسانس داشته باشید. شما میتونید هم صفر شروع بکنید. من خب لیسانس داشتم از ایران ولی خب رشته مرتبطی نبود، به خاطر همین از صفر دوباره شروع کردم اینجا و از همون اول تا آخر. و همونطور هم که گفتم من جزو آخرین گروه اون مدل تحصیل 6 سال کامل بودم. بعد از ما دقیقا 1 سال بعد از ما سیستم شد تقریبا سیستمی که تو همه جای دنیا هست، مدل بچلور مستر، یعنی هر ترم درس میخورن امتحان میدن و بعد بچلور تموم میشه میشن یه به قولی حقوقدان. حقوقدان هم نه، در واقع خیلی ها با اون بچلور اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی باید شما این مستر یعنی املا رو داشته باشید، مال ما به قولی لیت یور بهش میگن به زبان لاتین، و اونو باید داشته باشیم که تازه ما بشیم حقوقدان عمومی، مثلا پزشکای عمومی که اونم 7 سال درس میخونن و تازه بعدش میرن دنبال تخصص. و بعد از اون کسایی که به هر حال تمایل داشتن به اینکه وارد دوره وکیل مدافع بشن، یعنی بار و امتحان وکالت رو انجام بدن، باید 1 سال در مجموع در یک دفتر وکالت یا در یک
مقام حالا قضایی مثل حالا دادستانی یا دادگاه دوره دیده باشن. حالا اون 6 ماه میتونه 6 ماهش مثلا میتونست لافرم باشه، 6 ماهش کورت باشه، و یا هر کامل 1 سالش در یک جا باشه. اون 1 سال شرط لازم بود، ولی خب خیلی ها بیشتر هم انجام میدادن، یا مثلا 1 سالش رو میرفتن کورت، 1 سالش رو میرفتن لافرم، که از هر دو جایی چیزی دیده باشن. من خودم اون دوره کارآموزی رو هم انجام دادم، ولی چون از اولم میدونستم وقتی که شروع کردم به تحصیلات نمیخواستم وکیل دادگاه یا لیتیگیشن بشم، میدونستم که من میخوام وارد حل اختلاف بشم، آربیتریشن، میدییشن، و همچنین تنظیم و مذاکره قراردادهای تجاری بین الملل. خب آوی جان ببخشید چون صداتون یه خورده قطع و وصل شد، ممکنه ما مشکل پیدا بکنیم. فقط من یه سوال دیگه هم دارم. در فرانسه، در سوئیس که شما هستید، مثل که به 3 زبان مختلف تکلم میکنید، شما به چه زبانی پرکتیس میکنید؟ من ساکن زوریخ هستم و زوریخ بخش آلمانی زبان سوئیس هست. بله. خب وجود شما به عنوان یک دختر شایسته ایرانی که در یک کشور اروپایی موفق شده و اونم به زبان مشکل آلمانی رشته مشکل حقوق رو تعقیب میکنه و پرکتیس میکنه، یک دلگرمیه برای سایر خانوم های هموطن و همیانان ما. من میدونم اونجا نیمه شبه و شما باید برگردید به بستر و استراحت کنید. خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون و انشالله این قول رو به ما بدید که باز هم در فرصت های دیگه در خدمتتون باشیم. حتما حتما با کمال میل. شما لطف بفرمایید به من خبر بدید، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون. مرسی. خب دوستان، همونطور که ملاحظه فرمودید، این همکار گرامی ما از سوئیس به ما پیوستند و از سایر دوستان و همکاران هم در هر جای دنیا که هستند تقاضا میکنم که اعلام آمادگی بکنن و اجازه بدن که ما در خدمتشون باشیم. من در این برنامه امروز دلم میخواست از همکاران عزیزی که در خدمتشون هستیم مثل سابق خواهش کنم راجع به یک موضوعی، چون میدونید چند تا ایمیل و تلفن به ما شد برای این برنامه و عمدتا دوستان خیلی لطف داشتن و تشویق کردند و اظهار نظرهای خیلی سازنده کردند. از جمله یکی از دوستان از ایران که شنیده بودن راجع به این ماجرای قنادی شیرینی فروش کلرادو و رأیی که دیوان عالی امریکا داده و بعد تبعات اون که خیلی به نظر من به درد ایرانی ها میخوره با توجه به شرایطی که امروز از لحاظ ایدئولوژی در ایران برقراره. حالا اجازه بدید که راجع به این یه صحبتی بکنیم. اگر یکی از دوستان یه تاریخچه ای از این داستان شیرینی فروش کلرادو رو به ما بفرمایید ممنون میشیم. حتما. داستانش برمیگرده به سال 2012 که هنوز ازدواج همجنسگراها خیلی در کشور امریکا، چه از نظر قانونی چه از نظر فرهنگی، خیلی جا افتاده نبوده. در سال 2012 یک زوج همجنس به یک شیرینی فروشی در ایالت کلرادو میرن که برای مراسم عروسیشون یک کیک سفارش بدن. صاحب کیک فروشی وقتی که میفهمه که اینها همجنس هستن و برنامه چی هست، یعنی برای عروسیشون میخوان این کارو بکنن، به خاطر اینکه فرد مسیحی خیلی معتقدی بوده، از درست کردن این کیک سر باز میزنه. و بعد این زوج طرح شکایت میکنن که این شیرینی فروشی و این قنادی حقوق ما رو به رسمیت نشناخته و در ارائه دادن خدمات به مشتری ها تبعیض قائل شده. پرونده از سال 2012 شروع میشه و تا سالیان سال ادامه پیدا میکنه. تو سال 2014 هست که ایالت کلرادو ازدواج افراد همجنس رو قانونی اعلام میکنه. من از الهام جون میخوام که بقیه ابعاد قانونیش رو بررسی بکنن. خواهش میکنم همه جون. مرسی. اتفاقی که میفته خیلی جالبه، برای اینکه این شکایتی که میکنن این دوتا آقایی که همجنس ماست بودن، میرن به یه گروهی توی کلرادو که اینا به اصطلاح قانونهایی دارن که نباید انتای دیسکریمینیشن، ضد تبعیض، اونجا میگن ما در بر علیه ما تبعیض قائل شدن و ما به این همه میخوایم شکایت بکنیم. این کیس ادامه پیدا میکنه از همون لول های پایین، از ترایل کورت، بعد میره کورت آف اپیلز، بعدن خود کلرادو سپریم کورت این کیس رو قبول نمیکنه و
در نهایت میرسه به سوپریم کورت یونایتد استیت که بالاترین دادگاه قاضی هست در آمریکا، و در اونجا تصمیمی که دادگاه میگیره خیلی جالبه، برای اینکه به دو تا چیز داشتن نگاه میکردن. یکی داشتن نگاه میکردن که آیا واقعا این آقایی که رئیس قنادی اگر همچین کیک رو درست میکرده واقعا عقیده های کریستیانیتی مذهبیش آره واقعا در این کیک اجرا برقرار می شده، یعنی واقعا این بهش میگن فریدم آف اکسپرشن، همونطور که ما میتونیم در آزادی بیان داشته باشه، این آزادی بنا در کارهای حرفه‌ای هم وجود داره. آیا واقعا در این یه کار حرفه‌ایه که بر علیه قانون ایده های مذهبیشه، و یا آیا این از نظر اینه که واقعا ایده هایی داره که واقعا یه حقی داره که چون به خاطر اینکه حالت یک هنرگراییه freedom of speechشه، اون نظریه که بخواد اون نظرشو بذاره توی این کیک. آخه این آقا پیشنهاد میده که از کیک‌های ساخته‌ای که وجود داره خرید بکنن، ولی میگه من اگر خودم بخوام بسازمش با اون مذهب من یکم در تعارضه، با اعتقادات من در تعارضه. و حتی توی دادگاه بدوی وقتی که دادگاه رأی میده که این کاری که این آقای قناد کرده خلاف آزادی، یعنی تبعیض آمیز بوده، این آقا ترجیح میده که اصلا از بیزنسش رو ببنده. میگه من اگر که بخواد برنامه‌ام این باشه ترجیح میدم ببندم، ولی خلاف عقیده خودم کاری نکنم. به همین خاطری که این داستان هی که ادامه پیدا میکنه تا میرسه به سالهای اخیر که حالا شما آره. و چیزی که خیلی جالبه توی کلرادو اون قانونی که بوده که تبعیض قائل نشن، واقعا میگفتن با ما بهتره که بتونیم بیزنس رو داشته باشیم، به افرادی که میان بتونیم بیزنس بدیم، یا اینکه بهتره که اون کسی که داره بیزنس رو میکنه واقعا اون احساس آزادی رو داشته باشه که مجبور نباشه بر علیه دینش یا بر علیه اون باورش جلو بره. و آخر سر United States Supreme Court این به این عقیده بوده که اتفاقا جالب هست، برای اینکه تصمیمشون 7-2 بوده، معمولا اینا 4-5 یا 6-3، ولی خب خیلی 7-2 میگن که نه، اون قانونی که در کلرادو بوده ما احساس میکنیم که تبعیض قائل شده و کار درستی نکردن بر علیه اون قنادی، و در این مرحله قنادی برنده میشه و میگن که اون قانونی که در کلرادو در اون زمان بوده واقعا انتای دیسکریمیناتوری بوده، یعنی هارمفول بوده، تبعیض قائل شده برای اون قنادی، و از این نظر این تصمیم رو میگیرن که اون قانون هایی که در کانستیتوشن هست در آمریکا خیلی مهمتر از این هستن که یه نفر بخواد بیاد این فریدم ها رو، این آزادی ها رو از کسی بگیره. بله خب البته مسئله تعارض حق فردی، چون میدونید ماده اول اصل اول متمم قانون اساسی امریکا آزادی بیان رو تضمین کرده، این آزادی بیان تبعات زیادی داره، از قبیل آزادی اجتماعات هست، آزادی نوشتار هست، آزادی گفتار هست، آزادی تظاهرات هست، آزادی مطبوعات هست و آزادی مذهب هست. و حالا وقتی که این بخشی از این آزادی ها با هم در تضاد قرار می گیرن، باید دید که تکلیف چه. در این پرونده دیوان عالی امریکا معالا نظرش این بود که عقیده شخصی افراد مقدمه بر آزادی بقیه یا حق بقیه به دریافت سرویس از این آدم. اما به نظر می رسه که خب اولا تعارض حل نشده، در بطن این ارتباط یک تضاد عجیب و غریبی وجود داره، یکی به این دلیل که مثلا الان در جوامعی که بر اساس ایدئولوژی اداره میشن مثل ایران خودمون، اگر که فرض بفرمایید که شما به عنوان حالا امروزه چون بحث حجاب و حجاب اجباری مطرحه، یک کسی بدون حجاب یا بدون چادر با روسری بره به یه مغازه‌ای و بخواد خرید بکنه و مغازه‌دار بگه که
من اگه کسی چادر سرش نباشه بهش جنس نمیفروشن. و این جنس هم فرض کنیم در یک منطقه است که غیر از اون فروشنده کسی دیگه در اون دور و ور نیست و حیاتی هم هست، نون شبه طرفه، تکلیف چیه؟ آیا حق داره که به استناد اعتقاد شخصی خودش این کارو بکنه یا نه؟ اینا یک مسائلی است که فکر می‌کنم که اگر ما بخوایم آزادی بیان رو به اون نحوی که در امریکا نهادینه شده در ایران اجرا بکنیم میشه اشکالات خیلی زیادی رو به بار بیاره. خیلی. آره، چون ایران مسئله قومیت‌های مختلف هم داره، یعنی فقط مذهب‌های مختلف نیست، قومیت‌های مختلف هم داره، خیلی بله. پیچیده‌ترش هم می‌کنه. بله کاملا، یعنی اگر که یک لوری مثلا از قبایل لور بگم شما مثل من لباس نپوشیدی آمدی اینجا میخوای از من یه جنسی یا یه سرویسی رو بگیری، خب من فکر کنم این مطلب اصلی این کیس این ریلیجیس بوده، یعنی به اون که گفتن که خب اونم یه حقی داره که دینش رو، یعنی فریدم آف ریلیجن، اگر این طرف این آقا اینقدر کریستین نبود و اینقدر ریلیجیس نبود من مطمئنم که این رای داده نمیشد. آخه ببینین یه مسئله که توی همین رای بود این بود که این کیکی که قرار بود بسازن هیچ نمادی از همجنسگرایی نداشت، یعنی یه کیک ساده بود، ولی چون ایده پشتش این بود که برای این مناسبت قرار بود ساخته بشه دردسر ساخته بود براش. خب برای اینکه اون موقع کلرادو ازدواج همجنسان قبول قانونی نبود. قبول نداشتن، برای همین و کریستین هم که موافق نیستن با ازدواج همجنس باز. ولی من فکر میکنم این کیس بیشتر اصل مطلبش به خاطری که این آقا اینقدر ریلیجیس بود، وگرنه یک کسی همینجوری که ریلیجیس نباشه و یکی بیاد بگه تو اگر چادر سرت نباشه یا اگه تو چادر سرت من نمیدم، خب اون میشه جزء دیسکریمینیشن. اونو توی امریکا نمیتونید یه نفر رو با ظاهرش یا با یه چیزی که ببخشین هست همینجوری بگیر من به تو سرویس نمیدم، مگر اینکه دلیل داشته باشه. ولی خب این داستانو خیلی به اصطلاح قاطی میکنه. حالا دیگه هر کیسی باید به حساب خودش شناخته بشه که آیا دیسکریمینیشن بوده یا نبوده، یه نمیشه سفید و سیاه نیست. من فکر میکنم هر کیسی باید این شخص و اون شخص نگاه کنن ببینن این کیه اون کیه. و حالا اتفاقی موضوعی که خودتون وقتی ما میامدیم مطرح کردید خارج از استودیو، الان در بسیاری از رستوران‌ها و مؤسسات امریکایی یه تابلو هست که ما حق ندادن سرویس رو به هر کس محفوظ داریم برای خودمون. خب آیا تکلیف اون چیه؟ اون حالا ممکنه که اون قنات نیاد بگه به خاطر اینکه شما همجنسگرا هستید، بگه من اصلا دلم نمیخواد شما این تتو رو که دارید، این خالکوبی رو که دارید، من دلم نمیخواد به شما این سرویس رو بدم یا این جنس رو بفروشم، یا طرز حرف زدن تو من خوشم نمیاد، نمیخوام به تو. این تکلیف چیه به نظر شما؟ خب اون خیلی مسئله جالبیه، برای اینکه طبق قانون آمریکا همه چیز پروتکشن نداره، محفوظ نیست، فقط یک چیزهای به خصوصی هستن که قانون براشون محفوظیت گذاشته. یعنی محفوظیتش بیشتره، خیلی بیشتره، خیلی مثلا بیشتره. یعنی یه مسئله مذهب ریلیجن، مسئله ریس، رنگ پوستتون که سفید پوست هستین یا سیاه پوست هستین، نژادتون دقیقاً از کدوم کشور میاین. مثلا ما داشتیم صحبت میکردیم چند روز پیش با آقای دکتر، داشتیم میگفتیم که یه مسئله‌ای که خیلی جالبه، وقتی وکیلا میخوان برن یه جا آپارتمان اجاره بکنن هیچ وقت بهشون نمیدن. آره. هیچ کس هم نمیتونه بره از این شکایت بکنه، میگه نه تو وکیلی بد نمیدم، من که وکیلا پروتکتد کلاس نیستن، کسایی نیستن که ضد حمایت قانون هستن به خاطر اینکه وکیلن. حالا مثلا اگه سیاه‌پوست باشین، آره، شما زیر حمایت، بله. آره. برای همین من فکر میکنم این ساینی که النا جان داره میگه که ما ممکنه به هر دلیلی، به قول شما از تتوت خوشم نمیاد، هیچ مسئله ای نیست، اون غیر به نظر من غیر قانونی نیست، دیسکریمینیشن هم نیست، از تتوت خوشم نمیاد، ولی اگر طبق قانون یک مسئله باشه که زیر حمایت قانون هست، اون موقع خب بعد یه چند نفر دیگه سو کنن، اونا هم برن زیر پروتکشن، ما وکیلا هم بس سو کنیم که چرا ما آپارتمان نمیدیم. این مسئله ادامه داره،
چون یه کیس دیگه هم دوباره همین سال 2023 در اومد، البته این مال سوپریم کورت نیست، یه کورت آف اپیله که دادگاه استیناف اصطلاح. مرسی آقای دکتر. که یه نفر دیگه باز امیر قنادی، ایشون ترانسجندر بوده، میگه من یه دونه کیک صورتی میخوام با خامه آبی روش باشه، و اون شخص میگه نه، من این جزء رنگ های شاخص کسانی است که از لحاظ جنسیتی یک مقدار متفاوته. دقیقاً میگه من همچین کاری انجام نمیدم برای اینکه بر علیه مذهب منه، و این دفعه قنادی کیس رو میبازه. ببخشید من فکر نمی کنم که مثلا کریستیانا میگن کسی نمیتونه مثلا کسی هم جنس بازی رو، فکر می کنم غیر مذهبشون هست، ولی فکر نمی کنم کسی که ترانسجندر باشه غیر مذهبی به حساب میاد که مثلا مذهبشون گفته باشه که اینا رو قبول نکنید. مطمئن نیستم، دارم میپرسم. ولی پرسونال پریفرنس افراده که خیلی ها ممکنه مخالف باشن با این اصلا صرف نظر از ببخشید این روی این کیس روی پرسونال پرفرنس نیست، این کیس روی فقط ریلیجنه که آیا مذهب تو میگه به حساب مذهب آیا میتونی اینا رو بذاری کنار یا نمیتونی بذاری کنار، وگرنه نمیتونی همینجوری چه بگی آیا من اینا رو دوست ندارم. خب اگر شما با همجنس بازی مذهبتون مخالف باشه طبیعتاً برمیگرده به همون اعتقاد آرمانیتون دیگه، چون این از کجا آمد که من با ترانسجندرها مثلا مخالفم یا با همجنسگرایان مخالفم؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی که من دارم نشأت گرفته از مسائل مذهبی، و لذا این مسئله همچنان باقی میمونه. من حالا ریس رو صحبت کردید و سیاه پوستان رو، یادم در امریکا ما تازه که آمده بودیم یک زنجیره ای از رستوران های مکزیکی خیلی شیک و عالی بود به نام گرین آنیون، پیاز سبز، و خیلی شیک در بیولیز بود، در وسود بود، در همه تقریبا بیشتر ایالت های امریکا بود، و عملا اینها تبعیضی قائل بودن نسبت به سیاها. سیاها که می رفتن اونجا خب شلوغ بود، همیشه باید صبر کنید تا به شما جا بدن، و بارها خود منم که اون زمان رفته بودم میدیدم یه سری افراد سیاه‌پوست نشستن و منتظرن که جا بدن، و بالاخره اینا شروع کردن به طرح دعوا کردن علیه رستورانای دونه دونه اینا که ما رو بردن 20 دقیقه نیم ساعت معطل کردن، سفیدا رو نشوندن، ما رو ننشوندن، و اینقدر اینا خسارت دادن، بیمه ها دیگه بیمه نکردن این رستوران رو، و دونه دونه خارج شدن از بیزنس. یعنی معروفه در امریکا که نژاد سیاه میتونه یک بیزنس قوی رو خارج کنه از رده. خب ما فکر می‌کنم که یواش یواش داریم میرسیم به یه بریکی که هم یک نفسی تازه کنیم، هم برگردیم به دنباله این بحث شیرین ترانسجندرها. دوستان عزیز باز می‌کردیم. همبستگی یعنی تقدیم می‌کند. همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک. برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید. به اتفاق جهان میتوان گرفت. خب بینندگان گرامی، باز میگردم به دنباله برنامه ما در مورد آزادی بیان، اصل اول متمم قانون اساسی امریکا. مطلبی رو مطرح کردیم در قسمت نخست برنامه و ماجرای شیرینی فروش های خیلی معتقد متعصبی بودند که ایجاد کردن یک کیس هایی رو در دادگاه های امریکا، و این بحث ما رو برد به آزادی بیان، اصل مقدسی است که در متمم اول قانون اساسی امریکا وجود داره، شاید مقدسترین و محترمترین و معتبرترین اصلی است که در قانون اساسی امریکا وجود داره، و یکی از فروع آن همین آزادی مذهب. آزادی مذهب freedom of speech religion در امریکا سه بخش داره، سه برانچ داره، به اصطلاح سه معنی داره. اول اینکه
دولت حق نداره از هیچ مذهب خاصی طرفداری کنه یا به نفع اون تصمیم گیری بکنه. دوم اینکه دولت حق نداره خودش مذهبی رو تأسیس بکنه یا به اصطلاح ایجاد بکنه که او رو بخواد برتری بده بر سایر مذاهب دیگه. و سوم اینکه اصولا دولت‌ها حق ندارن هیچ مذهبی رو بر مذهب دیگری ترجیح بدن یا مردم رو مجبور بکنند که از مذهبی دوری بکنند یا به مذهبی گرایش پیدا بکنند. این مسئله اینقدر مهمه، اینقدر مقدسه، اینقدر محترمه در امریکا که حتی امروز در پابلیک سکول ها یعنی مدارس عمومی که دولت هزینش رو میده حتی سایلنت پریر هم ممنوعه. یعنی نمیشه دانشجویان رو برد سر صف و گفت دعا بکنید یا همینطور یه دقیقه تو دلتون دعا بکنید به هر رایی که میخواید. حتی سایلنت پریر یعنی دعای بی صدا هم ممنوعه به خاطر اینکه میگن تا دولت بخواد یه همچی اجازه ای رو بده باز میشه راه مذاهب به مدارس و به و به طور کلی. حتی در یک اگر اشتباه نکنم در یک مدرسه بود که یک معلم کلیمی ده فرمان رو تابلوی ده فرمان رو در دیوار کلاس گذاشته بود و بچه ها رفتن شکایت کردند و او رو هم مجبور کردن که برداره برای اینکه هیچ مذهبی نباید مطرح بشه. یا چون اگر اینو بخواد حالا مسیحیه میگه منم میخوام بیام یک صلیب بذارم اینجا یا مسلمانم میخواد بیاد بگه من میخوام یه کار دیگه بکنم اینجا. بنابراین به هیچ وجه میگن اگر که دولت بخواد شروع کنه به اجازه دادن به یک حرکات مذهبی راه این قضیه باز خواهد شد. و freedom of speech, freedom of religion یا آزادی مذهب در امریکا یعنی که سیاست و حکومت به کلی از مذهب جداست، دولت حق نداره به هیچ وجه جانبداری بکنه یا مخالفت بکنه با هیچ اعتقاد مذهبی. و اگر لازم باشه وقتی که یک نفر عقیده داره به یک دینی هر چقدر هم غیر منطقی باشه، هر چقدر هم بت پرستی باشه یا گاو پرستی باشه یا هر چه باشه، دولت نمیتونه جلوی او رو بگیره یا با عقاید اون. به همین دلیله که میگن که دین جاش در معابد و در قلوب مردمه، در حالی که سیاست دست حکومت مدارانه و در میدانها دین رو نکشید به بازار و به مغازه و به خیابون و به ادارات و اینها. این حرفی که آقای دکتر میزنید توی کورت هم توی دادگاه هم همینه، همجور که میدونین separation of church and state. اگر مثلا ما برای کار طلاق یا چیزی، من یه دفعه یه کیس مال خودم نبود داشتم نگاه میکردم، یه خانم آقای کلیمی بودن با یه خانم مسیحی ازدواج کرده بودن، اینا بچه‌شون رسیده بود به سن 12-13 سالگی، خانم دینش رو عوض کرده بود به یهودیت و این بچه‌ها وقت به اصطلاح نمیدونم اگر تماشاچیان بدونن 12-13 سالگی یهودی‌ها برای بچه‌هاشون یه جشن میگیرن، بر میثوا و جشن بلوغ میگیرن و اینا میخواستن جدا بشن و این خانم میگفتش که نه من بچه‌هام دیگه نمیخوام برن که کلاس بخونن، چون باید برید یاد بگیرین، یه مراسمی داره. و هر دفعه که این بچه‌ها پیش این خانم بودن، این خانم بچه‌ها رو نمیبرد کلاسشون، ولی آقا میبرد و آقا هم دعواشون بود که چرا این خانم باید بچه رو ببره کلاس، باید بچه رو آماده بکنه برای این مراسمی که داره پیش میاد. و اومده بودن براش به خاطرش پیش قاضی که قاضی به این موضوع رأی بده و قاضی گفت من هیچ شکایتی نمیتونم بکنم به خاطر اینکه بهش میگن سپریشن، جدا یعنی the state، جدای دین از حکومت، از حکومت فرق میکنه و اینو بین خودتون باید حل بکنید، من هیچ حتی حاضر نیستم که مثلا اوردری بدن یا دخالتی داشته باشن وقتی که مذهب قاطی میشه به موضوع. یعنی این سپریشن همه جا هست تو هر قسمتی بخشی در همه جا هست. حتی این شما میدونید که در بین جامعه یهود گت یا طلاق مذهبی باید داده بشه تا معتبر باشه برای این کسایی که معتقد هستن. دادگاه‌های دولتی هستن، اداری هستن، وقتی طلاق رو صادر میکنن برای یهودیان از لحاظ شرعی اونایی که خیلی معتقد و
به اصطلاح متعصب هستن، اعتقاد دارن تا اون گت رو توسط روحانی خودشون در کنیسا صادر نشه این طلاق انجام نشده و هنوز به هم محرم است. و مثل اتفاقا اسلام که طلاق حق مرده، گویا گت هم باید آقایون موافقت کنن. و بارها ما در پرونده ها دیدیم که طلاق واقع شده از لحاظ رسمی و دولتی، ولی مرد آمده گفته من گت رو نمیدم. و این است که ما این اواخر دیگه این قضیه رو در حکم دادگاه از جاج میخواستیم که مجبور کنه که گت رو شخص مثلا شوهر باید ظرف 10 روز بره و بده، وگرنه زن حق داره از طرف او و به نمایندگی او بره بده. آره، ولی فکر کنم اگر کسی نکنه و شما بخواید برید دادگاه به اصطلاح اینا این فورسش بکنید، من فکر نمی کنم که جا این مجبورتون کنه. حتما نه، حتما نه، ولی به عنوان به اصطلاح عدم تمکین از دستور دادگاه یعنی میتونه سانکشن بگیره برای اینکه این کارو نکرده. شما در این زمینه تجربه نداشتین؟ هنوز طلاق نگرفتین؟ نه برنامه ایم ندارم. ما بعد با آقاتون هم یه صحبتی بکنیم. شما با نوید صحبت بکنیم. خب من فکر نمی‌کنم اون احتیاج داشته باشه کسی بهش درس بده. اون با شما خودش استاده. البته اتفاقا میدونید میگن که فقط مردان واقعی هستن که با یه خانم وکیل ازدواج میکنن، یعنی باید خیلی از جان گذشته باشه که زن وکیل بگیره. بنابراین ما نسبت به ایشون احترامات خاص خودمون رو داریم. که مرسی. من فکر کنم نوید نمیدونست به قول من خودشو داره تو چه تله ای میندازه، چون من هنوز من تازه دانشکده حقوق قبول شده بودم وقتی ما ازدواج کردیم، هنوز نمیدونست چه خبره. ولی خب دیگه حالا دیگه چاره ای نداره دیگه، بسازه گرفتاره. ولی خب راجع به این آزادی بیان و آزادی مذهب و آزادی، یه چیز جالب برای من در همین بخش آزادی بیان، میتونید در امریکا شما اگر بخواید یک تابلو بزنید تو حیات تو چمن خونتون که مثلا من یه گاراژ دارم اجاره میدم یا یه سماور دارم میخوام بفروشم اینا، باید اجازه بگیرید از شهرداری. همینطوری نمیتونید یه تابلو اونجا نصب کنید. حتی اگه بخواید برید ماهیگیری بکنید باید اجازه بگیرید. هر کاری میخواید بکنید باید اجازه. تنها کاری که اجازه لازم نداره انتشار روزنامه و مجله و مطبوعات به اصطلاح رسانه ها و میدیا. برای اینکه انقدر مهمه این آزادی بیان که میگن اگه بخواد دولت اجازه بده که تو برو منتشر کن روزنامه یا نکن، یعنی عملا داره کنترل میکنه و بعد میتونه بیاد این امتیاز رو لغو کنه، کنسل کنه و در نتیجه سانسور رو به یه نحو دیگه برقرار کنه. این موضوعی بود که ما مثلا در ایران خودمون همیشه با این مشکل مواجه بودیم که دولت‌ها اولا برای اینکه امتیاز روزنامه بگیرید باید حداقل 30 سال 35 سال داشته باشید، حداقل لیسانس از دانشگاه داشته باشید، سوابق خوب داشته باشید و بعد بره در یک کمیسیون‌هایی تایید بشه صلاحیت شما. تازه روزنامه هم که می‌گرفتید به هر دلیلی میتونستن همه چیز نمیتونستن اینو توش چاپ بکنه. خب مانیتور میشه همه چی دیگه. بله. و بعد اونم با سانسور میشد. در دوره قبل از اینکه ساواک خیلی قدرت بگیره یک شخصی بود به نام محرم علی خان که میرفت چک میکرد روزنامه و مجله رو قبل از اینکه به دست مردم برسه و بعد هم که ساواک بود. حالا یاد یک خاطره افتادم که مرحوم فکر کنم ملک الشعرای بهار در خاطراتش نوشته بود که من مدت ها بود که میخواستم برم آقای دکتر میمندی نژاد، ایشون نویسنده بود و استاد دانشگاه بود و میخواست روزنامه چاپ کنه. رفته بود تقاضای امتیاز یه روزنامه ای رو کرده بود به نام پلنگ. روزنامه رفته بود به اون کمیسیونی که باید صلاحیت، حالا ایشون استاد دانشگاه است، نویسنده معروف، همه چیش اوکی بود، ولی نمیدادن، این امتیاز رو صادر نمیکردن. بعد تعریف میکرد میگفت من یه روز رفتم دم این کمیسیون وایسادم، وقتی که تعطیل شد اینا آمدن اعضای کمیسیون بیرون، خیر ملک‌الشعرای بهار رو که عضو اون کمیسیون بود گرفتم، گفتم چرا امتیاز منو تصویب نمیکنید؟ گفت حالا دیدم هی من و من میکنه. گفتم آقا من 3 ماه منتظرم این
خب تقاضای امتیاز روزنامه پلنگ رو کرده بود. بعد بهار برگشته بود بهش گفته بود که آدم عاقل که پلنگ رو رها نمی‌کنه بندازه به جیره برد. و میگه فهمیدم که به من امتیاز نخواهند داد. و بعد رفتم تقاضا کرد، عوض کرد به نام رنگین کمان و یه امتیازی گرفت به نام رنگین کمان و اون رو چاپ می‌کرد. بله. این امتیاز دادن خودش یک نوع کنترل و یک نوع یه حربه است که میشه آزادی بیان رو با اون محدود کرد. خوشبختانه در امریکا این به طور کلی منتفی است، یعنی شما هیچ چیز ندارید. اگر هم لازم باشه مثلا بیزنس لایسنس بگیرید از شهرداری محلتون، اون میدونید که فقط جنبه مالی داره برای اینکه پول برای شهرداری جمع کنن، ربطی به کنترل مندرجات روزنامه نداره. آخه در ایران حتی انتخاب اسمم شما بله. میخوای برای بچه‌تون یه اسم بذاری، یعنی یک چیز به این سادگی از فیلتر رد میشه. چون باید تصفیه بشه. بله. اسمی رو نمیتونیم بذاریم. بله. من نمیدونم. ما یک موکلی داشتیم که ایشون خیلی با اسمش مشکل داشت که نذاشته بودم براش، گفتم اسم شما چیه؟ گفت اسمم شورشه. گفتم خب مسلمه نمیذارن، همون پلنگه. آه من نمیدونستم. یک خانومی از دوستان ما در یک کشور دیگه دختری، صاحب دختری شده بود، اسمش رو گذاشته بود النا. بعد فرستاد برای جای قابل توجه شما، برای کنسولگری ایران در منطقه شون که شناسنامه صادر کنن. نمی کردن. چرا؟ مگه گفت النا اسم خارجی فرنگی اینا. بعد بالاخره اینا پارتی بازی کردن، اینا گفتن که بابا این پدرش، پدر بزرگش اینا از سیدن و خیلی چیز. خیلی خوب، اینا شناسنامه رو صادر کردن، وقتی آمد نوشته بود سیده النا. خانم تا دو هفته گریه میکرد از صدایت. شاید اسم من در خواهان داره که بعد بجنگن که اسم من رو بذاره. صد در صد. بله، شما هم جز سادات محترم هستید. اینجور معلومه. خب این کیس دوم قنادیه چی بود ماجراش بالاخره؟ این گفتن رنگ ها مخالف مذهب ماست. دفعه دوم یه خانم ترانسجندر که مثل این که ایشون هم وکیل بوده میره میگه من یه دونه کیک صورتی میخوام که روش خامه آبی باشه. و قنادی میگه که نه، من اگه همچین چیزی رو درست بکنم بر علیه اون آزادی کمالمه، اون اکسپرشن آره بیانمه که بخوام همچین کاری بکنم. و این دفعه دادگاه باهاش هم عقیده نیست، میگه نه تو یه کیک بخوای درست بکنی که یه کیک صورتی حالا یه خود روش خامه آبی داره، این به چه دلیل میتونه آره چیز یا آره یا مثلا فریدم اف اکسپرشن، مثلا تو چه آرتیستی هستی، چه هنری، چه چیزیه که تو چیز به خصوصی توش نداره، برای همین. ولی خب اگه به دادگاه عالی برسه معلوم نیست که معلوم نیست که چی بشه. توی اون داستان قبلی آزادی مذهب مطرح بود، توی این پرونده آزادی مذهب مطرح نیست دیگه. این طوری که آره این طوری که نوشتن، این دفعه دوم آزادی مذهب نبوده، فقط آزادی بیان بوده، ولی دفعه قبل هر دوش بوده. و اینا یه مقدار راه رو باز کردن برای کیس های دیگه که بیان جلو و آیا کرد باشن هم خب اینا مسئله، به نظر من اینا مسئله تو امریکا. خب هر کسی هی مدام داره اینو رسوم میکنه، اونو رسوم میکنه. بله خب این به هر حال یه حدی باید باشه. بله. این همون چیزی نیست که شما گفتین هر کس آزادی این رو داره که بخواد به چه کسی سرویس بده یا چه کسی سرویس نده. من نمیدونم این قنادی گفته من به خاطر اینکه شما ترانسجندر هستین نمیخوام براتون بسازم. بله بهش گفته آره به خاطر اینکه خب اون ترانسجندر بوده. اون دیگه تبعیضه. آره اون تبعیضه. از اون حالا جالب این رنگ ها که گفتی صورتی و بنفش و این ها، یه 5-6 تا رنگ هست که وقتی کنار هم قرار میگیره سمبل همجنسگرایانه و پرچم اوناست به اصطلاح و خیلی مشخصه. من اطلاعی نداشتم چند وقت پیش، چند سال پیش البته، رفته بودم یه تیشرت دیدم توی یک فروشگاهی و این رنگ های خیلی زیبایی بود و خیلی خوش آمد و خریدم. بعد آمدم بعد شب نوشته بود Love wins، عشق پیروز است. روز اولی که اینو پوشیدم رفته بودم یه فروشگاهی شیر و گوشت و اینا بگیرم، اینا
دیدم کشیره پسر خیلی نازنینی بود پشت دخت، هی خیره شده به این، گفت که I agree. من یه دفعه متوجه شدم به اصطلاح دوزاری افتاد. اون پیران دیگه ناچار بازنشسته شد. Not that there is anything wrong with it. ولی خب حالا چیزم بنان آناناس هم که میدونید ماله نه والا کسایی که حالا I hope it's okay که میگیم، کسایی که دوست دارن با هم زن و شوهرشون رو عوض بکنن، سوینگرز. آها سوینگرز، اینا ما علامتشون آناناسه. خب خوبه شما این چیزها رو به ما و بینندگان یاد میدیم. خواهرم یه دفعه شرت پوشیده پر آناناس، پر آناناس، ما هم رفته بودیم بیرون، هی میدیم مردم میخندن و دارن چیده، بعدا فهمیدیم این علامت. حالا مواظب باشید یه موقع آناناس نپوشید. اینو با هم مواظب. آناناس یه موقع من یادم، من توی هاسپیتالیتی کار میکردم، مثلا هاسپیتال مثلا هتل و کانتری کلاب و اینا، یه سیمبلی از هاسپیتالیتی بود که یعنی ما به شما سرویس خوب میدیم. آناناس معنیشون بود. الان دور زمانه همه عوض شده، سوینگینگ هم یه سرویس خوبه دیگه. خلاصه بله، بله. خب به هر حال یه مسئله هست در امریکا، میگن که همه جور it takes every kind to go around، همه جور اتفاقات و سلیقه ها و موجوداتی هستن دور و بر ما، و به نظر میرسه که مهم اینه که انسان به اون فضیلت و اون کمالی برسه که بتونه همه رو تحمل کنه، یعنی این تالرنس رو داشته باشه، این قابلیت پذیرش رو، که بفهمه که آدم ها متفاوتن، عقیده ها متفاوته، مسلک ها متفاوته. لزومی نداره من بگم اونچه که من میگم حتما درسته و شما هم باید این من باشید. این مرحله کمالی است که انسان ها باید بهش برسن. و ما الان اگر نگاه کنید در دنیا و این گرفتاری هایی که در گوشه و کنار دنیا هست، فقط مال اون گروه هایی است و اون کشورهای حکومت مدارانی است که میخوان تحمیل کنن فقط اونچه که ما میگیم درسته و نه هیچ چیز دیگر و هیچ کسی دیگه، و تمام بدبختی دنیا الان ناشی از اینه، وگرنه اگر اون پذیرش به وجود می آمد شاید دنیای بهتری رو پیدا می کردیم برای بودن. در زمینه پذیرش عقاید مخالف و اینا نظری ندارید شما؟ حالا من احساس میکنم که جنریشن بعد از ما، بچه های من، بچه های خودم، اونا خیلی این مسائل براشون اصلا برشون تازگی نداره. درست. و خیلی پذیرا هستن، برشون یه چیز خیلی روزمره و عادی هستش. برای ماها باز حالا من دیگه سنی ازم گذشته، برای من مثلا خیلی جالبه که مثلا همچین تصمیمی دارن میگیرن، چقدر دنیا داره عوض میشه تصمیمات. ولی برای اونا مثلا یه چیزی که اصلا همینطور باید همیشه همینطور باشه. جالبه با وجود اینکه زیر دست مادری مثل شما بزرگ شدن همچنان چاره ای ندارن. خب دوستان عزیز، ما متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. با تشکر از شما که با ما بودید تا این لحظه، و با تشکر از همکاران گرامی، خانم النا مبتاهی، الهام شفا، حنا روح بخش، و همچنین وکیل گرامی و همکار ما در سوئیس خانم آوین توکلی که در ابتدای برنامه به ما پیوستند. تا برنامه آینده شما رو به خدا می سپارم. روز روزگار باش. همبستگی حقوقدانان. همبستگی یعنی تقدیم می کند. همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک. برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید. به اتفاق جهان می توان گرفت.